به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه خورشت فسنجون هستش. خورشت فسنجون یکی از خورشت‌های اصیل ایرانیه که با گردوی چرخ کرده و گوشت تهیه میشه. گوشتش میتونه گوشت مرغ باشه، گوشت بقلمون، اردک یا هر نوع گوشت دیگه و حتی با گوشت چرخ کرده هم میشه آمادش کرد. برای تهیه این خورشت زمانی رو انتخاب میکنیم که عجله نداریم، چون برای تهیه این خورش علاوه بر رعایت نکات باید عجله نکنیم و بگذاریم تا خورشتمون در هر مرحله خوب بپزه. مواد مورد نیاز: من اینجا خورشتم رو با گوشت مرغ آماده میخوام بکنم. 500 گرم گوشت مرغ که میتونه رون یا سینه باشه، 400 گرم گردو که نوع گردوش میتونه سفید یا سیاه یا مخلوطی از هر دوتاش باشه، یه عدد پیاز، دو قاشق ربع انار که ربع انار ترش هست، اگر ربع انارتون خیلی رقیق بود میتونید 5 قاشق غذاخوری ازش استفاده بکنید، ولی من چون اینجا ربع انارم سفت هست 2 قاشق غذاخوری ربع انار استفاده میکنم. شکر 2 قاشق غذاخوری که بستگی به ذائقتون داره، اگر دوست دارین شیرین باشه که بیشتر استفاده میکنه، اگر دوست دارین ملس باشه که 2 قاشق براش کافیه. زردچوبه، نمک، پودر فلفل سیاه، زعفرون دم کرده و روغن مایه به میزان لازم. زعفرون دم کرده دلخواه است در صورت تمایل اگر دوست داشتید. گردو رو یا با چرخ گوش خرد میکنیم یا اینکه با غذا ساز یا با آسیاب برقی. گردو باید خیلی ریز خرد بشه و به شکل خمیری نباید در بیاد. پیاز رو هم میتونیم یا با رنده درشت رنده کنیم یا به شکل نگینی خیلی ریز خردش کنیم. پیاز نگینی خرد شده رو همراه با 2 قاشق غذاخوری روغن داخل ظرف میریزیم و روی حرارت قرار میدیم و حدود 3-4 دقیقه تفت میدیم. بعد از 3-4 دقیقه کمی زردچوبه نمک پودر فلفل سیاه اضافه میکنیم کمی که تفت خورد گردوی آماده شده رو اضافه میکنیم و حدود 7 دقیقه تفت میدیم گردو. زمانی که گردو رو داریم تفت میدیم باید بالا سرش باشیم و مرتب هم بزنیم تا گردو نسوزه. اگه بسوزه تفت میشه. بعد از اینکه گردو رو تفت دادیم حدود 4 پیمانه آب سرد بهش اضافه میکنیم و بالا سرش هستیم تا زمانی که به جوش بیاد، چون اگه بالا سرش نباشیم ممکنه که سر بره و گردوها بیرون بریزه. بعد از اینکه به جوش اومد در ظرف رو میذاریم و حدود 1 ساعت و نیم بهش زمان میدیم تا بپزه. اگر شما میخواید مدت کمتری زمان ببره تا فسنجونتون آماده بشه، میتونید این 4 پیمان آب رو مرحله به مرحله اضافه بکنید، چون هر مرحله که آب سرد رو اضافه میکنید روغن پس میده و زمان کمتری میبره تا فسنجونتون آماده بشه. تکه‌های کوچکتری تقسیم می‌کنیم و با مقداری روغن سرخشون می‌کنیم. بعد از اینکه مرغ‌ها کمی سرخ شدن
مقداری پودر فلفل سیاه و زردچوبه اضافه میکنیم، کمی تفت میدیم و کنار میذاریم. بعد از اینکه یک ساعت و نیم گذاشتیم با شعله خیلی کم بپزه، میان مرغای آماده شده رو بهش اضافه میکنیم. مرغا رو که اضافه کردیم، میایم ربع انار سبزی که داشتیم با آب گرمی مقدار رقیقش میکنیم، اضافه میکنیم به فسنجون، کمی زعفرون، و میزان شکر که داشتیم. میزان شکر بستگی به ذائقه خودتون داره که میخواین خورشتتون شیرین باشه یا ملس باشه یا اینکه ترش. بعد در ظرف رو میذاریم با شعله کم یک ساعت و نیم دیگه اجازه میدیم تا کامل خورش جا بیفته. بعد از یک ساعت و نیم خورشت پسنجون ما آماده است و کامل به روغن افتاده. خورشت فسنجون آماده شد. امیدوارم شما همین خورشت خوشمزه رو آماده و میل بفرمایید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.